ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کاندید عمده انتخابات ریاست جمهوری، امروز رأی خود را به صندوق رأی دهی ریخت. مطمئنم برنامه ای را که من برای انکشاف کشور پیشنهاد می کنم برنامه درست است. انتظار می رود که آقای پوتین با کسب اکثریت آرا برنده شود. یگانه چیزی که کرملین را خدشه‌دار خواهد ساخت، عدم اشتراک ادعای کثیر مردم خواهد بود، زیرا آنها نتیجه انتخابات را از قبل می دانند. نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای پوتین از حمایت 70% مردم برخوردار است. مدت 18 سال است که آقای پوتین روی قدرت است و با برنده شدن در این دور برای مدت 6 سال دیگر روی قدرت باقی خواهد ماند. ادعای کثیر مردم در روسیه آقای پوتین این مرد 65 ساله و عضو سابق KGB را به خاطر مقاومت و حمایت علایق روسیه در برابر خصومت های جهان خارج ستایش می کنند. در انتخابات روسیه 7 رقیب پوتین کاندید هستند. ولادیمیر زرنوفسکی یکی از این کاندیدان است. این مهمترین روز در تاریخ روسیه است. انتخابات ما در یک حالت نگرانی و نارامی صورت می‌گیرد. تهدیدها علیه روسیه از طرف لندن، واشنگتن و برلین وارد می‌گردد. امروز مردم روسیه رهبر کشور خود را انتخاب می‌کنند. رهبر عالی جهان روسیه که سرحداتش هنوز تعیین نشده است. ما در جریان شکل دادن آن هستیم. سربازان نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه مستقر در ساحل کریمیا نیز امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند و رأی دادند. انتخابات امروز مصادف به سالگرد جداسازی کریمیا از اوکراین در سال 2014 می باشد. بار اول است که رأی می دهم. از این انتخابات من انتظار ثبات و اقتصاد با ثبات را دارم. انتظار دارم همه چیز درست و صادقانه باشد، تقلب نباشد، همه چیز به اساس رأی مردم تصمیم گرفته شود. گفته می شود که مقامات به صورت بی‌سابقه پول به مصرف رساندند تا اطمینان حاصل کنند که پوتین برای 6 سال دیگر روی قدرت باقی بمانند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.